رسیدیم به جایی که دیدیم که افراسیاب تورانی پس از اون که شنید که نوه سام نریمان فوت کرد، نه پوزش میخوام، شاه ایران منوچهر، نوه یعنی نوزه رو میگیم منوچهر، نوه کی بود؟ نوه فریدون. فریدون نه، فکر کنم نوه منوچهر شاه رو میگیم کی بود؟ نه اون فرزندش بود. خب دو تا چند تا پوزد. دوستان گرامی، پس از اون که تورانیان یعنی دشمنان دیرینه ایران، یعنی تازیان رو گفتیم که به دسته های مختلف خزری که همون پدران همین جهودان باشن، خزران، شماس ها که انجام اینا میبینیم که اینا در اشعار فردوسی اینجا میگه که مثلا خزرها به اسم شماساس و خزروان ها به عنوان بسیار رهبرایی که لشکر اینها نام میبره و رئیسشون که جنایتکار بزرگ به اصطلاح ترکیه که اینا تمام اقوام تازی بودن که دور ایران رو از زمان نتوفیان از 12000 سال پیش گرفته بودن که بعدن نزدیک 5000 سال پیش گفتیم به سومری ها نامشون میشه، بعد میشه آشوری، بابلی، ترک، تازی، نمیدونم عرب، اکدی و رئیس تمامشون و به حساب برنامه‌ریز کلشون تمام این ضد فرهنگ و این تازیگیری میرسه به توراتی ها یا ابری های که اون به صورت تورات بیرون میدن و بعد اسلام میسازن، تورات رو ترجمه میکنن، نامش اسلام میذارن و البته پیش از اون مسیحیت ابلهانه رو میسازن در بیزانتی، روم شرقی، جهودیت رو به اسم اسلام در عربستان میسازن و به هر حال میبینیم که مرتب قصد ساختن این حملات و این مظاهر همیشه چی بوده؟ حمله به سرزمین های آزادگان و بزرگان و توانایان و آریاییان بوده که ما اهل دفاع از خود بودیم ولی اهل این که بریم و جایی رو ملحق کنیم و خودمون شاخ نبودیم، جز این که اونها ما تجاوز میکردن، ما اگه میرفتیم و سرزمین رو میگرفتیم به این دلیل بودی که اونها رو آدم کنیم و گوشمالی بریم که دست از تازیگری و بردگیری و بیشرفی بردن و برای آزادی آریایی و تولید آریایی بیان. همیشه این گونه بوده در تاریخ. حالا میبینیم که پس از اون که منوچهر شاه بیمیره، این جهودان یا این تازیان یا این تورانیان پررو میشن و قصد حمله ایران داشتن که با حمله اسفندیار، با حمله افراسیاب شروع میشه. ببینید که افراسیاب تا سردارای داره به نام شماساس، خزروان، اینا قصد فردوسی این بوده که این ماجرای که ما رسیدیم نزدیک به 10000 سال پیش که اتفاق افتاده، این ماجرا رو به ما بگه که شما نامهایی که امروز میشنوین 9000 سال پیش نزدیک 9000 سال پیش شما نامهایی که امروز میشه خزری و شماسی و اینها همون فرزندان همون جهودانی بودن که 10000 سال پیش 12000 سال پیش ما حمله میکردن. ماجرا اینه که ما هنوز در قسمتی هستیم که تاریخ به صورت اسطوره و پیچیده و فشرده شده داره به ما درس داده میشه و لیترال نیست، تاریخ لیترال یا دقیق نیست، بلکه تاریخ فشرده شده است، درس های تاریخ فشرده شده است، تاریخ راستینه اما فشرده شده است. میشه گفت از زمان منوچهر شاه پیشدادی که در واقع همین شاه نوذر، چون دوران منوچهر شاه پیشدادی رو 120 سال در شاهنامه و در متون پهلوی که به جای مانده تخمین زدن و اما از زمان دیگه فرزند اون نوذر به بعد ما تاریخ دقیق سال به سال رو تقریبا میتونیم به دست بیاریم، به تاریخ دقیق نزدیکتر میشه شاهنامه، ولی هنوز جنبه های فشرده شدن یعنی به صورت اسطوره هنوز ما به فراوانی در شاهنامه میتونیم ببینیم که دانش واقعی تا
تاریخ واقعیه، اما به این دلیل فشرده شده که بر جای بمونه، برای اینکه نوشتن 12000 سال تاریخ 100000 تن کاغذ میشده. در نتیجه اینها سمبوله. موقعی که مثلا میگه که پادشاهی جمشید 700 سال بود، معنیش نیست که جمشید 700 سال عمر کرد. دوران جمشیدی، دوران سلسله جمشیدی نزدیک به 700 سال طول میکشه. اینی که ما اونگونه فشردش کردیم، افسون برای این که به خوبی میدونستند که اینها بر باد تازش میفته، دست تازیان میفته و حمله هایی که میشه سوزاندن اینا رو، اینها همه واقف بودن. برای همین، بر همین اساس هم اصلا اسطوره این اسطوره های پارسی یا آریایی یا پارسی و هندی همه بر اساس این بوده که به تاریخ واقعی بوده. و چون میدونی که به اثر حمله تازیان اینا تاریخ ها رو نابود میکنن و میسوزنن، چون ده ها و هزار ها با شاید ما همه چیز سوخته شده، شهرهای سوخته ایران، نشانه اونهاست که 5000 سال پیش یا 10000 سال پیش یا 6000 سال پیش سوخته شدن و میبینیم که اینا مرتب این کار انجام شده. اما موقعی که تاریخ رو به صورت فشرده، یعنی اسطوره‌ای کرده باشیم، در دلها راحت میمونه، به صورت مخصوصا موقعی که فردوسی 1000 سال پیش اونها رو شعر کرد به صورت چکامه درو میمونه و از بین برو نیست. هرچم عرب و ترک و تازی و جهود بیاد و بسوزن و تفمالی کنن و جودو بدوزن و ببرن و بفروشن در بازار فران، اینها باز هم در دلها میمونه و این درس ها به کودکان منتقل میشه تا آزادی یک روز دوباره بر جهان حاکم بشه و بسا از دست نامردمان جهان در بیاد و به سویه. و خب چیزی که میدونیم که راهی جز آن نیست، که به هر حال روشنایی بر تاریکی پیروز خواهد شد، اما ما میخوایم این کار رو سریع بکنیم. وظیفه بودن ما در جهان اینه که این کار رو سریع بکنیم. زمانی که این کار رو سریع بکنیم، ما تازه حس میکنیم که زنده ایم. خب پس دیدیم که افراسیاب آمد با آدم خوران شماساسی و خزروانیش و اینها و بخشای از شمال ایران رو تونستن بگیرن و بعد در زاولستان اونجا به خنسی افتادن و زال هم که به دنبال این بود که پدرش رو به خاک بسپاره، چون سام نریمان فوت کرده بود، پدرش رو به خاک بسپاره، یا فکر کرده بودن که زال هم که گرفتاره نمیاد به جنگ، دنجه پرو شده بودن دشمنان ایران نه. ولی پس از اون که زال خبر حمله افراسیاب رو میشنوه، میاد به مدد مهراب کابلی که به اشکالی خودش رو جاسوس دو جانبه نشون داده بود، هم به افراسیاب گفته بود که منم همجور که شنیدین خودم از نسل تازیانم، ممکنه یه ژنی از زحاک داشته باشم، ناراحت نباشین، من با شما قرارداد میبندم. از اون طرف هم زود پیام فرستاده بوده به زال که این آدمکارا اومدن و به زودی به خانه و میهن و مادر ما میرسن، یه فکری بکن. زال هم به سرعت زال زرد پدر رو به خاک میسپاره و به کمک به مدد مهراب میاد. گفتیم که کابل یا افغانستان امروزی موقعی که از ساتراپ های ایران بوده، مرکز ساتراپ ها دل ایران بوده که گفتیم همون پارسه یا همون پارس امروزه و ماجرا ماره نزدیک 9000 سال پیش حالا رسیدیم. چو بشنید دستان سام این پیام، دستان فرزند و پهلوان سام نریمان یعنی زال زرد، بفرمود بر جرم زرین ستام سوی گرد مهراب بنهاد روی، همی تاخت با لشکر جنگ جوی، نیاسود روز و شب از تاختن چون این تا برآمد بر انجمن. چون مهراب را پای بر جای دید، به سرشندرون دانش و رای دید، به دل گفت کاب تا کنون زلشکر چه باک، چه پیشم خزروان چه یک مشت خاک. چه این آدم خورای تازی
خزری چیز به قول معروف در جلوی من چه یک مشت خاکی. اینها ما ایرانیان رو نمیتونن بترسونن، با اینکه ما در جنگ های اولیه با اینها در مرزها شکست خوردیم، به اینها همجور که پیش از این براتون خوندیم اینها مثل مور و ملخ زیاد بودن و لشکر ایرانیان همیشه محدود. به این دلیل گفتیم که تازیان همجور که در تورات میگه هدفشان خوردن و به اصطلاح زیاد شدنه، همجور که دستور اومده از طرف خداشون، ولی ما ایرانیان به دنبال پاکی و زندگی و ساختن پریس بر روی زمین هستیم. و این خب مسلمان این دو پدید دو راه زندگی در تضاد قرار میگیره و یکی از این راه ها باید از بین بره که راه به قول معروف خوردن و خوابیدن و زیاد شدن در نهایت انسوستنبل، دلایل ریاضی و ژنتیک و تاریخش هم براتون از نظر دیالکتیک باز کردیم چرا، و به این دلیل که میگن نور بر تاریکی پیروز میشه، یعنی برها راه راستی بر راه دروغ و تجاوز یا هرچی پیروز میشه. خب اینم در اینجا میگه چه پیشم خزروان و چه یک مشت خاک. میگه این تازیان در اصل از یک مشت خاک هم پسترن، که البته خاک پست نیست و چیز دیگه میگفته دیگه نتونسته بگه، یعنی در واقع در چم پایین بودن در اینجا به چم پایین بودن بکار. پس آنگه سوی شهر بنهاد روی، چو آمد به شهر اندرون نامجوی. به مهراب گفت ای هوشیوار مرد، پسندیده ای در همه کار کرد. کنون من شوم در شب تیرگون، یکی دست یازم بر ایشان بخون. شوند آگه از من که باز آمدم، دل آکنده و کینه ساز آمدم. میگم که سال داره برگشته به صحنه کارزار. کمانی به بازو درفکند سخت، یکی تیر برسان شاخ درخت. نگه کرد تا جای گردان کجاست، خرنگش به چرخندرون راند راست. نگاهی به لشکر دشمن میکنه، تیری که مندازه یک شاخه درخت بوده، این نیزه بزرگ بوده، به چرخندرون میگذره. اینجا کمان رو چرخ میگه. بینداخت سه جای سه چوب تیر، برآمد خروشیدن دارگی. سه تا تیر بزرگ میدازه میان لشکر آدمکاران تازیان که مثل مور و ملخ به سر صدا میفتن، خروشیدن دارگی میفتن، میبینن که از اون فاصله ای که به هیچ وجه تیر نمیرسیده، این تیرها فکر میکنن از آسمون برشون رسیده، فکر میکنن که اون خدایان آدمخوارشون برشون تیر زدن احتمالاً. خلاصه به سر میترسن. چو شب روز گشتن جمن شد سپاه، بدن تیره کردن هر یک نگاه. بگفتن که این تیر زال است و بس، نراند چون این در کمان هیچ کس. بعد کم کم یه دی میگن نه آقا، این تیرها ظاهرن از طرف فردی به نام زال اومده که میبینیم که نیروی آرش کمانگیر ما مال 4000 سال قبل فقط نیست، ما در 9000 سال قبل هم چون این نیروی در زال بوده. حالا با آرش کمانگیر که میرسیم میبینیم که همه اینها یک کوهرنس داره، تاریخ ایران یک کوهرنس داره، یک روان در درونش هست. البته میدونیم که در شاهنامه داستان آرش کمانگیر نیست متاسفانه. بله. جودا خوردنش. بله. ولی در بخش هخامنشی رو جودا خوردن. هخامنشی رو ما میبینیم که فردوسی اصلا در شاهنامه میبینیم که برداشتن و دزدیدن و بردن. بله. حتی فردوسی هم خودش نداشته بخش هخامنشیان رو، فکر میکرده شاید اون مردک اسکندر شاید یه جاش ایرانی باشه، یه بخشش ایرانی باشه. یعنی ببینید که چه کردن جودا در تاریخ، نابود کردن تاریخ ما و آشغال نوشتن به جاش، که حتی پردیسی بزرگ در جاهای اشتباه میکنه. خب گفتن خب پس زال برگشته، تازیا ترس و درونشون میفته. شماساس گفته ای خزر با اون شیر، شماساس جهود به این
آدم خورای تازی میگه ای شیران، ای خزری های شیر، یعنی آدم خورای ای خزروان شیر، نکردی چون این رز را خیر خیر، نه مهراب موندی نه لشکر نه گنج، نه عذاب بودی بدین گونه رنج، نبودی مگر من چون این رزمگاه، نه دشمن کشیدی به ما بر سپا. خزوران چون این گفت که این یک تنه است، نه از آهن است و نه آهرمن است. اینا از شیطان میترسیدن، چون خودشون شیطان بودن، یهوهشون شیطان با خودش دلداری میدیم، میگه بابا زال یه دونه است. آره جونه من برای نمیدونه همه زالن. تو از جنگ او دل مدار هیچ تنگ، همکنون بیارم من اون را به چنگ. یا هم دیگر رو چیز میدن، به صلاح دلداری میدن که شجاعت به هم میدن که به هر حال بایستن هم بجنگن با ایرانیان با زال. نمانم برا زنده بر پشت دین، همه نامداران ایران زمین. نه اون روی پشت زینش زنده نگه میدارم، نه هیچ نامدار ایران زمین رو زنده نگه خواهم داشت. اینا فردوسی خیلی راحت داره میگه که کینه و دشمنی و حسادت و شرارت اینها نهادینه است در درون اینها، و شما با مهربانی و راستی خودتون فکر نکنین که اونها هم آدمن. اونها فقط در جهت تجاوز و حسادت و وحشت و دهشت افکنی و شرارت به وجود اومدن، و این رو خودشون دارن میگن در به اصطلاح اسطوره هاشون که باید بینید به اونها ضد اسطوره فراوان میبینید موقعی که بخونید که این راه زندگی آنهاست. دروغ، پستی، شرارت و خنجر از پویزنی و نامردی و اینها همه مقدسه، برای اینکه اینها برای اینا شکم و شیر زیر شکمشون رو سیر میکنه موقع این کارها رو بکنن، در نتیجه فاحشگی که ازش برایشون پولار مقدسه بهش مثلا به اشتار میگن فاحشه مقدس دقیقا استر باشه. دقیقا در همین بخش میتونیم به همین شماس یا شماشه که خدای خورشیدشون به اصطلاح هست یا در اسطورهای سومری هم میتونیم پیدا کنیم، میبینیم که خدای شماششون خدای خورشیدشون از همون خداهای قهاره، ولی بعضی موقع رحم کنه. آره میشه الله، تقریبا شبیه الله دقیقا مثل همون است. یعنی مهر نیست، خورشید ما میتراست که مهره، مهر همش نیروی مهره. اینا نیرویشون یه وقتی آدم میکشه، یه دفعه میسوزونه، یه دفعه هم رحم میکنه. نه اینکه مهربان باشه، ترحم کن بعضی وقتا هست و از اون که حاکم شد به قول من، چون هدف این خدا یا این ذهن مریض اینها که خدایی رو که ساختن در ذهن مریضشون، اینا چی هدف این خدا یا این ذهن مریض؟ کنترله، برای اینکه اینا از درون تویی هستن و میخوان همه چیز رو در کنترل خودشون داشته باشن، همه رو تحت تجاوز خودشون قرار بدن، در نتیجه احساس میکنن زندن اگر اینا، وگرنه احساس میکنن که هیچی نیستن، که همون هیچی هم حل نیستن. خب میگه نگران نباشین، من ایرانی ها رو نابود میکنم، ببارم سرش را به بارند تیغ، بیارم به مهراب چون تیر میغ، چو خورشید تابان ز گنبد بگشت، خروش تبیره برآمد ز دشت. اینجا فردوسی میگه که خب امروز که در لحظه ای که خورشید ز گنبد بگشت، اینجا به احتمال زیاد داره میگه که هوا داره تاریک میشه، نه اینکه روشن میشه، یعنی خورشید داره گفته ز گنبد نه به گنبدن، چه باید تاریک شدن میگه، خروش تبیره برآمد ز دشت. تبیر زنان سپاه شروع به سپاهان دو طرف که روبروی هم بودن شروع به تبیر زدن میکنن. به شهر اندرون کوس با کرنای، خروشیدن زنگ و هندی درای، دمان زار پوشید ساز نبرد، بر اسپندر آمد به کردار گرد. گرد اینجا به معنی چیزی که تند در هوا حرکت میکنه مثل ذره گرد، اینجا گرد نیست، گرد که پهلوان باشه. اینجا داره میگه به سرعت آماده جنگ شد زمانی که زال به اونجا رسید.
سپاه اندر آمد به پیش سپاه، شد از گرد هامون چو کوه سیاه. دو سپاه رو بروی هم قرار میگیرن و از گرد خاک هامون یعنی دشت مثل کوه سیاه میشه، انگار که کوه سیاه است تمام این دشت. دو لشکر برابر کشیدند صف، ز کین جگر بر لب آورده کف. خزروان دمان با عمود و سپر، یکی تاختن کرد بر زال زر. پس خزروان تازی به سرعت به سوی زال حمله میکنه. عمودی بزد بربر روشنش، شکسته شد و نام بر جوشنش. یه تیر میزنه که جوشن زال پاره میشه، میشکنه. چه شد تافت شاه زابلستان، برفتند گردان کابلستان. یکی گبر پوشید زال دلیر، به جنگ اندر آمد به کردار شیر. برمیگرده زال به دستندرون، داشت گرز پدر، سرش گشت پرخشم و پرخون جگر. دفعه زال عصبانی میشه، شوخی دیگه نداره. یه نظر شاید دشمن دستکم گرفته بوده زال در این مورد. خزروان بیامد چنان کینخا، مثل دفعه قبل دوباره خزروان حمله میکنه، که شیر خروشان به پیش سپاه. ادای شیر جلو سپاهش در میاره. چو دستان برانگیخت گرد نبرد، همانگه خزروان برآمد چو گرد. دمنده چنان بر خزروان بسید، برافراخت آن گرز را چون سزید. بر او حمله آورد چون اژدها، به میدان درون تنگ کردش رها. بزد بر سرش گرزه گاو رنگ، زمین شد ز خون همچو پشت پرنگ. پس این دفعه زال با گرزه گاو سر که سمبل گاو، نیروی توانایی و داد و دهش آریایی است و مفید بودن برای هستی، اما در جایی که دفاع از خود باشه، این گاو، این گرز گاو سر که مانده از دوران فریدون که با اون ضحاک رو به خاک مال، پوزه ضحاک رو به خاک مالیده بوده، ضحاک تازیه جهود که در اورشلیم زندگی میکرده. همجور که اگر دوستان درست بخونن شاهنامه رو، متوجه میشن که ضحاک موقعی که میگه این تازی که در اورشلیم، فردوسی میگه منظورش اینست که عرب ها در عرب پنینسولا بودن، در آدم خوران شمال اورشلیم بودن. تازی اورشلیمی یعنی جهود. در نتیجه میگه که اون مردک ملعون یا ضحاک ماردوش جهودی است که فریدون میره و اون رو در اورشلیم دستگیر میکنه. تاریخ درست بخونید، همه چیز به شما گفته شده که دشمن شما کجاست، که خب روزی هم در آینده احتمالاً این اورشلیم که توالت بشریت دیگه به هر حال کارش به سر میاد. خب پس این دفعه زال با حواس جمع این گرز گاف سر رو میزنه بر سر اینجور مردک جهود، خزروان و مردک میفته بر خاک. بگردن درون یافت کلباد را، نه پوزش میخوام، بیفکند و بسپرد و زو برگذشت. ز پیچ سپاه اندر آمد به دشت، زد اون انداخت و مردک ملعون رو، رئیس اون سپاه رو انداخت. اینجا حالا این شماساس، اویی که جهوده، شماساسه که خزوران رو تحریک کرده بود که برو بابا این زالم کسی نیست، هم یه مردیه به هر حال میتونی بکشی اینا. موقعی که میبینه که این خزورانش کشته شد، شماسه از ترس نزدیک قالب تویی بکنه. اونا قرار رئیس یه لشکر باشه، ببینید که چه آدم جبونیه، فقط ادای یک رئیس در میاره، یک رهبر واقعی یا یک پهلوان نیست. حتی خرزوریش هم اگه خرزور باشه اینا به درد نمیخوره.
شماساس را خواست قاید برون، نیامد برون کش نجوشید خون. یه لحظه اومد از اون سوراخی که قایم شده بود بیاد بیرون، تو احتمال قلب سپاهش نیشم اساسه، ولی نتونست، برای اینکه فردوسی میگه خونش نمیجوشید، یعنی ترسو بود، یعنی نتونست اون حال رو پیدا کنه، اون جرأت رو پیدا کنه که بیاد بیرون. بیفکند و بسپرد و زود به گردن درون یافت کلباد را، به گردن برآورد پولاد را، چو آن گرز و شمشیر دستان بدید، همی کرد از او خیشتن ناپدید. زمانی که اون هیبت اون ایرانی بزرگ اون زار رو میبینه، وسط لشکر خودش رو پنهان، لشکر خودش رو پنهان کرد که مثلا زال نگه حالا نوبت توه، مثلا تو هم که سردار سپاهی بیا جلو تازه پتت را غمسور کنم. کمان را به زه که از زار سوار، زال که دید این مردک اونجا وسط لشکرش پنهان میشه، کمانشو در میاره. میدونیم که تیر زال به اندازه یک نیزه دستی بوده، مثلا به اندازه یک میگه شاخ درخت. کمان را به زه که از زال سوار، خدنگی برو بدو اندرون راند خار. یک خدنگ یا تیر به صورت منحنی میندازه روی این مدرک، بزد بر کمر بند کلباد بر، بران بند زنجیر پولاد بر. مبانش ابا کوهه زین بدوخت، سپه را به کلباد بر دل بسوخت. اون تویگاهشو که روی زین بوده به زین میدوزه با نیزه خودش زال زر، و سپاه دلشون بر این مردک میسوزه، اون میدوزه و بعد سپاهشون دلشون میسوزه. آفرین بر زال زر. خب چون این دو صرف کرده شد در نبرد، شماساس شد بی دل و روی زرد. پوزش میخوام به شماساس نمیزنه، به اون کلباده که به اصطلاح یکی دیگه از خرزورای ترک بوده که شماساس انداخته بهش جلو. دقیقه شماساس هنوز زنده است، جوجود هنوز زنده است. شماساس شد بیدل و روی زرد، روی زرد شد شماساس و آن لشکر رزم ساز، پراکنده از رزم گشتند باز. پار به فرار میذاره، میره پلوی آقا جونش افراسیاب، یعنی رهبرش، رئیسش. پس اندر دلیران زابلستان برفتند با شاه کابلستان، اینم لشکرهای ایرانم به شادی برمیگردن. چران شد ز بس کشته آوردگاه، که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه. سوی شاه ترکان نهادند سر، گشاد سلاح و گسسته کمر. آن ایرانیان دنبال میکنن اینا رو و تا اونجایی که میتونن از این مور ملخ ها میکشند. شماساس چون در بیابان رسید، چون میدونی اینا اینقدر زیادن که هرچی که مثل شپش اینا رو بکشی بازم هستن. ما در تاریخ کم از اینها نکشتیم، ولی از اونجا که اینا بخورید بیاشمی زیاد چی در تورات اومده، اینا مثل شپش بچه میکنن و زیاد میشن. و یکی از اشکالاتی که ما ایرانیان داشتیم این بوده که ما چون دنبال درست کردن نسل زیاد نبودیم، روی اصول و روی طبیعت درست اپرهام عمل میکردیم. اینا چون مثل شته زیاد میشن، مثل آفت زیاد میشن، اینا میتونن شته که به درخت میزنه برها درخت رو اذیت میکنه. مشکل این بوده، ما در جنگ در حمله آدمخوران عرب به رهبری جهودان یثرب و حجاز، در جنگ در حملات ترکان بعد از حمله عرب، همیشه مول ملخ بودن اینها مشکل ما بوده. زیاد هر چی هم میکشتیم، و همین گونه که سرخپوستا هم همینو میگن، یا با شجاعت با تیر کمون در مقابل تفنگ و اسلحه انگلیسی های جهود کثیف میستن. اما کریزی هورس سیتین بول میگه که من هر چه که از اینها میکشم اینها باز میآیند. میگه من کم از اینها نکشتم، ولی هر چه که میکشم باز میآیند و اینها تمامی ندارن. مثل این که اینها از جایی به قول معروف مثل شته فراوانند و از جایی درست میشن.
چون اینا نمیدونستن که اینا مرتب از اروپای پرگند و به قول معروف پرطاعون و کثافت و مرض و اینها اینا خودشون میرسونن به مرزهای امریکا و اینا شروع میکنن به سرخپوست‌کشی. یعنی به هر حال این گونه است، ما هم مشکل رو داشتیم با اینها، به هر حال با این آدم خوارن. شماساس چون در بیابان رسید زره قارن کاوه آرم آمد پدید. پس فراموش نکید که قارن نیز بعد از اون که به طرف جنوب اومد که بخش های اصلی پارسه و ایران رو حفظ بکنه، از چون لشکر تازیان آدمخوار بالاهای ایران رو اومده بودن و در نوردیده بودن، چون عقب نشینی تاکتیکی میکنه، اما اینجا باز میاد جو قارن پیداش میشه با سپاه قارن ایرانی، پهلوان ایرانی پیدا میشه و چه کار میکنه؟ جلوی این لشکر ترکان که داشتن میدویدن به سوی رهبرشون، جلویشون رو اونجا میگیره باز در یکی از بیابان ها. زره قارن کاوه آمد پدید که از لشکر ویسه برگشته بود، به خاری گرامیش را کشته بود. که در جلوی اون میبینیم ویسه هم، باز میبینیم که این ویسه ها همین تازیانی که نام خوشون ویسه بر خود میذارن، یعنی از همین جودها و بهایی های امروزی، باز میبینیم همش ویسه هم. میبینیم موقع هم همین بوده، از لشکر این زمان که قارن با لشکر ویسه برخورد میکنه، اون پسر به اصطلاح خرزورش رو در این جنگ میکشه و بعد بر میگرده. اینجا میبینیم که جلوی شماساس رو میگیره، به هم باز برخوردن هر دو سپاه، شماساس با قارن کینه‌خواه. قارنی که به دنبال کینه‌ای که ما از اون شکستی که از حمله ناگهانی این تورانیان در شمال ایران خورده بودیم، ما حالا برای کینه، اینجا کینه به معنای مثبتش داریم که راه کین یا اون پدافند رو داریم. بدان از قارن که ایشان کند ز زابلستان تاخته بر چند. فوری قارن متوجه شد که سپاهی که داره فرار میکنه کیا هستن، چرا از زابلستان دارن فرار میکنن، فهمید که هم داره دسته آدم قرانی هستن که دارن برمیگردن به طرف افراسیاب که اونجا بود، دوباره به توران با او بپیوندن که یک افتضاح دیگری احتمالا فکر را بندازن. پس شک نمی کنه و شروع میکنه مبارزه با اینا، جلوشونو میگیره قارن با لشکرش. بزد نای رویین و بگرفت راه، به پیش سپاه اندر آمد سپاه. به گردان چنین گفت پس پهلوان که این نامداران روشن روان، به نیزه درایی در کارزار، مگر کندرایی ز ایشان دمار. نذاریم اینا چیزی ازشون بمونه برگرده دوباره برای افراسیاب. سواران سوی نیزه بردن دست، خوشان به کردار پیلان مست. نیستان شد از نیزه آبادگاه، ز نیزه نخورشید پیدا نما. نیزه هایی که در هوا ایرانیان انداختن چنان فراوان بود که خورشید ماه رو پنهان کرد. ورون لشکر آدمخواران فرود آمد، بران لشکر بست و خسته خورد، به خورشید تابان خسته خورد، به خورشید تابان برآورد گرد. همه هرچه بود لشکر ترک خار، بکشت و بیفکند در ره گذار. این هم نتیجه اون جنایاتی که ما هفته های پیش خوندیم که اینها چه بر سر ایرانیان آوردن به خاطر تعداد زیادشون، و ما رو در شرایط خاص با تعداد کم گیر آوردن و چه کردن با ما. این هم نتیجهش که ما چگونه از دمار از اینها در آوردیم. ما هزاران بار در تاریخ شکست خوردیم و دوباره اینها رو سر جاشون نشوندیم. یکی از این دفعات بالاخره پیروزی نهایی ما خواهد بود. میخواستم بگم زنده باد قارن کاوه دلیر. خب که فوری متوجه شد اینا کیان که دارن در میرن. دقیقا. همه هرچه بود لشکر ترک خار، بکشت و بیفکن در رهگذار. گریزان شماساس با چند مرد، برفتند از آن تیره گرد
نبرد. باز این شماسس جهود دره باز خودش با چند نفر فرار کرد و لش لش وقت خودش رو نمیاره تو میدون که همش قایم میشه و پنهان میشه. بله جهود کارش اینه. خب دوستان گرامی ادامه بدید. من فکر میکنم که کافیه، سه ربع ساعت کافیه که دوستان خسته نشن. بسیاره. فردا شب